چرا از قدیم میگن ایشالله 120 ساله شی؟ چرا مثلا نمیگن 100 ساله یا 200 ساله؟ میدونستین در ایران باستان سال کبیسه وجود نداشته؟ گردش کامل زمین به دور خورشید حدود 365 شبانه روز و 6 ساعت طول میکشه. چون این 6 ساعت در تقویم لحاظ نمیشه، مشکلاتی رو به وجود میاره. بنابراین هر 4 سال یک روز به تقویم اضافه میشه و به اون سال سال کبیسه میگن. یعنی اسفند ماه به جای 29 روز 30 روز است. در ایران باستان سال کبیسه رو به این صورت محاسبه میکردن که به جای اینکه هر 4 سال یک روز اضافه کنن و اون سال رو سال کبیسه بنامن، هر 120 سال یک ماه رو جشن میگرفتن و کل ایران هم این جشن برپا بود. برای اینکه بعضی ها ممکن بود یک بار این جشن رو تجربه کنن و عمرشون جواب نمیداد این جشن رو دوباره ببینن و بعضی ها هم این جشن رو اصلا تجربه نمیکردن، به همین دلیل دیدن این جشن رو به عنوان بزرگترین آرزو برای همدیگه خواستار بودن. هر کسی برای طرف مقابل آرزو میکرد تا اونقدر زنده باشه که این جشن باشکوه رو ببینه و این به صورت یک تعارف و سنت بی نهایت زیبا در اومد که وقتی به هم میرسیدن بگن ایشالله 120 سال زنده باشی. اگه این 6 ساعت رو در 120 ضرب کنیم میشه معادل 30 روز، یعنی یک ماه، و برای اینکه تغییری در فصل‌ها ایجاد نشه سال 120 رو 13 ماهه میگرفتن تا سال جدید دقیقا از اول بهار شروع بشه. این جشن و سنت از دوران هخامنشیان شروع شده که در تقویم اون زمان هر 4 سال یک روز ذخیره میشده و در طی 120 سال یک ماه ذخیره داشتن که اون سال رو به جای 12 ماه 13 ماه اعلام میکردن. در ماه 13 هم هیچ کس کار نمی کرد و همه با خرج حکومت جشن می گرفتن. بنابراین مردم در حق هم دعا می کردن که 120 سال عمر کنن تا حداقل یک بار این جشن رو تجربه کنن. در اون زمان وقتی که در دید و بازدید عید می گفتن الهی 120 سالشی، یعنی این که بتونی یک بار دیگه سال 13 ماه رو ببینی و در جشنهای ویژه مخصوص سال 13 ماه شرکت کنی. اما امروزه اون 120 سال به 4 سال تبدیل شده. در این 4 سال 4 تا 6 ساعت یعنی 24 ساعت به سمت اسفند میریم. حالا به جای اینکه عید از یک روز مونده به اعتدال بهاری شروع بشه، یک روز به اسفند اضافه میکنیم و اسفند 30 روزه میشه. با این یک روز اضافه اون 24 ساعت عقب مونده هم جبران میشه و عید در اعتدال بهاری شروع میشه. کبیسه قبلی سال 99 بود و بعد از 4 سال سال 1403 سال کبیسه است. اما جالبه که بدونین کبیسه بعدی یعنی کبیسه بعد از 1403 5 سال است، یعنی سال 1408 کبیسه است. دلیلش هم اینه در تقویم هجری شمسی فرمول خاصی برای مشخص بودن سال کبیسه وجود نداره. معمولاً بعد از 7 دوره کبیسه 4 ساله یک کبیسه 5 ساله داریم. برای مثال سال 95 کبیسه بود، 99 کبیسه بود، 403 کبیسه است، ولی کبیسه بعدی 5 ساله است، یعنی سال 1408 کبیسه است. در تقویم میلادی روش ساده‌ای برای تشخیص سال کبیسه وجود داره. هر سالی که بر 4 بخش پذیر باشه مثل سال 2016 و 2020 کبیسه است. و اما دوباره برگردیم به دوران باستان و سنت ایشالله 120 سالشی. همونطور که گفتم در دوران هخامنشیان مردم هر 120 سال یک سال 13 ماهه داشتن. اونا ماه 13 هم رو با شادی و خوشی و بزن و رقص و پایکوبی و خلاصه آخر شادی سپری می کردن و اینقدر این جشن بین بقیه جشن ها شاخص بوده که برای هم آرزو می کردن الهی 120 سالشی تا در دوره عمرت یک بار این جشن بی نظیر رو تجربه کنی. جالبتر این که ایرانیان بین همه ملت های باستان بیشترین تعداد جشن و شادی رو داشتن که ردپایی از اون جشن ها در نوروز برای امروز ما هم باقی مونده. از اون جشن ها میشه به 13 روز جشن نوروز، جشن تیرگان، جشن آبریزان، جشن مهرگان و جشن شب یلدا اشاره کرد. حالا خودتون حساب کنین اون جشن بزرگ 120 سالگی چه جشنی بوده که با وجود این همه جشن مختلف اون جشن رو برای هم آرزو میکردن. امیدوارم 120 ساله شی و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی.
اگه دلتون میخواد از حقایق جالب و باور نکردنی دنیا با خبر بشین، حتما کانالمو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین. دانستن توانستن است، بس بدانیم تا بتوانیم.